جلوییم که مثلا ما داشتیم ما چهار سال نزید چهار سال دیگه صدامون اصلا بیرون نمیرد چیزی از ما حرف نمیزد. خب حتی من با امجد حرف نمیزدم گفتم شما نمیدونم شما وقتی در میگیم ما حقوق بشریم دفاع میکنیم از کرد این ور میکنیم مگه ما کرد نیستیم مگه من به کشور انداز نیستم مگه ما اون قدرت نیستم حالا خدا شاید بودن یا دیدن از شهر ممکن شده خدا شاید بعد این موقع هستش رو نگاه میکنیم گریه میکنیم من چهار سال نیم شهر خودم رو ندیدم نمیدونم اصلا مردم هم چطور زندگی بود زبون خودم داره فراموش هم میشه ولی اون وقت چون حکومت اومده میگم سازمانی که به خودش حقوق بشر گذاشته تو میگه حقوق بشر نمیگه حقوق مثلا سعودی مسیحی مسلمان درسته میگه بشر بشر یعنی چی؟ یعنی هر انسانی به خدا یاد باید ما چه باید تو شهر خودمون نباشیم با مردم خودمون نباشیم بزرگ همزمون خودم با مرد بزن من دوست دارم نامه ای که میدم با زبون مادرم باش دوست دارم بچه را چهار سال نیمه رو بچه رو نتونستم باید چهار سال نیمه نتونستم زن بزن بزن آخه چهار سال متعلمی تو بیشتر مرزن بگونی یه میترسم تو تلفن با زن و بچه هم هم میزنم چون تلفن هم کنترله نمیتونم اطلاف رسه و ساعت هم بهش بکنم نمیتونم یه فایل تاسیلی برسترم خونه بچه هم میزنم نگاه کرد که خانه هم اینجا داره از خوردگی میگیره زن من از خوردگی گرفت پدر مادره که همیشه بخانی خدرش های مادرش دیگه اینقدر گریه میکنه یعنی سنگ بار آدم سنگ هم باشه دیگه دیگه در میاد کمال منعی مادر پیشنره هیچ کسی نده کسی نیز این زدن مظلومیت رو بشن دو سال تو سلول فرانی میگه داری بشه نظر خون اومدت ببینی بعد از دو سال هم تو عرض را باش دیگه داری تو سازه همم تو مزار زیونی که در حق ما کردن در حق هیچ کس نکردن خدا وقتی که هم زبونمونو میبینیم با زبون خودمون هست میزنن جزت میبریم اما من دوست داریم من وطنمون رو دوست داریم خاکمون رو دوست داریم زندگیمون رو دوست داریم شرط سرور ما ایچه نبود شرط سرور داریم زنی میریم بگیم فقط بخاطر اینکه صدای مردمیتون برس به خدا اعدامش مهم نیست زجرمون میدن شکنجمون میدن ولی من متاسفم برای اونایی که تعصب دارم نمیریدم مگه من ایرانی نیستم مگه من کرد نیستم مگه من جز بهترین اقوام ایران نیستیم چیزو چون مذهبیم چون مثلا نماز میخونیم فقط سر همین نیان از همون دفاع کنن نیان مثلا چیز کنن خود هم قدر دل انقدر دلتنگیم نمیدونیم ما که دلتنگیمون هم میگیم
از شما نمیدونید نهی که غریبن تو خاک خود. الان تو غریبی تو ترکیه هست. خدا وکی چقدر دوست داره تو وطن خودت باشی، با همزبون خودت باشی، با کسایی باشی که میدونی از خودت هست، از خون خودت هست، از ریشه خودت هست. ظلم مدی داره. بچه من چه گناهی کرد؟ زن من چه گناهی کرد؟ پدر مادر من چه گناهی کرد؟ پدر مادر جمعی چه گناهی کرد؟ دوتا بچه داره، دوتا پسر داره، باید 700 کیلومتر بیاد 20 دقیقه نذارم ملاقات کنه، نذارم بیرونش کنن از اتاق ملاقات. زن و بچه ما وقتی میاد پچی میاد تو ملاقات با یه بعد من بچه یه مادی یه برخورد باش میکنم. این زلیل آوره برای ما، این زلیل آوره زجر آوره. پخشم کردی این فایده، بذار پخش کن، بذار تمام دنیا صدا اونو بشنفت، بذار بدونه هیچ مشکلی ندارم. نهایتش میگم که دکه هم زدم شده و زدم به اینجا به اینجا هم رسیده. ولی بهشون بگو اونه یه تحصیب دارم، بگو تو اگه مدفع و حقوق بشری بدون تحصیب کار کن، مثل اونه که اومدن اکسای بوره رو پخش کردن، اکسای گوانتان ها رو پخش کردن. بذار صدای مظلومیت های که تو زندان های گوانتانامو های ایران و گوانتانا ابو قرویت های ایران هم هست بره بیرون. بذار بدونن بچه ای که وقتی به دنیا آمد پدرش دو تلاحت بود، بعد از 4 سال و نیم نمیتونه پدرشو بحر کنه. بذار بدونن زنی که بعد 4 سال نیم نتونسته احساساتشو با شوهرش بروز بده. بذار بدونه پدر مادر که پیر 70 ساله دوتا بچهش دارن 14 ماه تو زندان مواد نگهده میشن، وقتی میان ملاقات طوری باهاشون برخورد میکنن زده میشن، میگم نیومدیم دویم بهتر بود. مادری که 24 ساعت زیر بارون دعا میکنه که خدایا حق بچه هم از این زاده ما بگیر. بذار بدونن مادر که ما چه زلیلی میکشه. مشکل نیست بذار صدای من پخش بشه، اعدام بشم بهتر از این، بهتر از این که صدای مظلومیت هم نرسه. بذار صدای این مظلومیت برسه به تمام دنیا، برسه برسه که جامعه اهل سنت این طوری ایمان مونه های کوچکی خیلی هم مثل ما هستن. 40 نفر تو رجای شهر اعدام گرفتن، این همه زن و بچه چشم به راه شوهرش بود. سر چی؟ عقیده مگه آزاد نیست؟ سر این که ما گفتیم چرا به عقیده مون توهین میکنیم؟ سر این که من فقط به خاطر این که اومده به حربه سلطیت و وهابیت به تندروی داره این طوری جنایت میکنه، نه به خدا لعنت باد ما شافعی مذهبیم. ما از کردستانیم، کرد خود ما رو میشناسن، چرا من با کردستان نمیاد؟ دیدی دیگه یه بار بگم راست میگن، اینا واقعا وهابی انسانه. چون مردم کردستان ما رو میشناسن، با ما بودن، عقاید ما رو میدونن. دفاع کنید از این مظلومیت، نظرید اینطوری که گناه ما رو ادام کنن، فردان بگن اینا مخدری بودن، اینا تو ترون با عرف داشتن، این برداشتن و عمر داشتن. اعدام بشن بهتر از این، بهتر از این که صدای مظلومیت هم نرسه. بذار صدای این مظلومیت برسه به تمام دنیا، برسه